بینندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. پروگرام سی دکتر فال افغانستان درباره امبلیوپیا یا چشم تنبل است که بعضا هر دو چشم حساب می شه، اما عموما یک چشم تنبل می مونه که زیادتر در اطفال واقع می شه و لیدین کاز چشم ضعیف در اطفال شده می تانه و باید در وقت معین و بسیار وقت تر تداوی شوه. غیر از او به صورت دائم چشم تنبل کور میمونه یا دیدی خود از دست میده. خب در قسمت پاتوفیزیولوژیش ما گفته میدانیم که چون الائنمنت یا اکستراکولار مسئله چشم اینا یک جای الائنمنت از هر دو چشم نداره و یک جای فوکس کده نمیتونه، وقتی که استیمولی یا تنبیه از دماغ میایه، از ویژوال کورتکس از دماغ میایه، این سر هر دو چشم یک جایی کار کده نمیتونه، بلکه چشم تنبل استیمولی را نمیگیره و چشم که به صورت نرمال کار میکنه و دیدش خوبتر است و استیمولی را میگیره. به این ترتیب این چشم تنبل مثل است که سیگنال غفلت شده از طرف دماغ به این چشم و همطور به محالت باقی میمونه و هیچ دید نمیداشته باشه. خب اعراض استرابیزموس یا چشم تنبل یا لیزی های چی است که چشم به صورت بنامه مختلف یاد شده میتونه که بنامه کراس های یا اسکوینت یا استرابیزموس یا چشم قیچ ما شما در فارسی میگیم که یک چشم کج می باشه، بعضن اگر هر دو چشم به صورت متناوب میتونه یک عضلش ضعیف باشه و گاهی یک چشم و گاهی چشم دیگه خود را کج کنه در وقت اکومودیشن یا دیده هر دو چشم. خب نقطه مهمی است که وقتی که ما استرابیزموس یا چشم تنبل در دوران طفولیت در دوران تولد در طفل دیدیم، این بسیار مهم است که تداوی از اون وقت شروع شوه و پیش دکتر چشم یا افتالمولوژیست مریض راجع شوه، به خاطر که هر قدر تداوی وقت‌تر شروع شود نتیجه خوبتر میده و حتی تداوی استرابیزموس تا دوران تینیجری یا جوانی هم میکنن، اما بهترین وقتش دوران طفلی است. خب ما درباره اسباب استرابیزموس برتان میگم. سه سبب موست کامنش یا بسیار معمول استرابیزموس، یکی ایست که یک اوکولار الائنمنت وجود نداره یا امبالانس وجود داره در اکسترا اوکولار مسئله آی که چی میشه وقتی که امبالانس وجود نداره، چشم در یک نقطه دیده نمیتونه و این یک نقطه فوکس کده نمیتونه، کیره به نام استرابیزموس یاد میکنم. و کاز دوم از این دپریویشن است، یعنی چی مانا که این چشم محروم است از دیدن و یک اکلوسیف آی است، یعنی که این چشم یک مانی در مقابلش وجود داره که این چشم دیده نمیتونه. دلیل از این میتونه کاتاراکت باشه یا ریتینوبلاستوما باشه یا پتوزیس باشه یا میتونه که یک کپاسیتی یا اوپسیتی در خود کورنیا باشه. اینا همش میتونه که یک چشم بلاک کنه، وقتی که بلاک کرد یک چشم کار نمیده و همطور ویژوال پاتوی هم سیگنال برازی روان کده نمیتونه و یک چشم به صورت تنبل باقی میمونه. از این خاطر وقتی که این کازا در انگام تولد تشخیص شد، مثلا یک چشم گفتلموز یا چشم که گلوکوما در طفل کانجنتال گلوکوما باشه در طفل نوزاد، به زودترین فرصت دکتر چشم عملیات میکنه به خاطر که اون چشمش دیدش کم نشه و چشم تنبل باقی نمونه. همچنان اگر کاتاراکت بود او را عملیات میکنن و از این خاطر است که در زمان تولد وقتی که چشم تولد ببخشید وقتی که طفل تولد میشه، دکتر چشم یا دکتر عاجل یا دکتر عمومی یک بار افتالموسکوپی میکنه که رد رفلکس در چشم ببینه. اگر امی رد رفلکس توسط افتالموسکوپی دیده نشد، یک وایت رفلکس دیده شد، میشه که کاتاراکت باشه، میشه که ریتینوبلاستوما باشه یا کدام تومور چشم باشه. خب بعضا
خب عامل سیوم امی چشم قیچ یا اسکرنت یا استرابیسموس یا چشم تنبل چی است؟ رفرکتیف ایرور است، یعنی بعض آلات هست که چشم ضعیف می باشه، مثلا چشم میشه مایوپیا باشه، نزدیک بین باشه، یا چشم میشه هایپروپیا باشه، دوربین باشه، یا چشم میتونه استیگماتیزم داشته باشه، که در هر حالت اگر یک چشم مثلا بسیار قوی مایوب باشه یا هایپروپ باشه یا استیگماتیزم داشته باشه و درجه از این بسیار زیاد باشه، در حال چشم دیگه این مقدار همی درجه که باید کم میبینه کمتر باشه، این دو چشم تفاوت مختلف داره و طفل امو چشم که زیادتر خوب است و نرمالتر است امور رو به کار میبره و چشم تنبل با معالت خود میمانه و از کار میفته. خب بعضا اکومودات فیزیوتراپی ها میباشه که یعنی هر دو چشم یک رکتس میدیالش چی میکنه که ضعیف میباشه یا کار نمیکنه، گاهی به صورت متناوب یک چشم کج میشه، گاهی به صورت متناوب دیگر چشم کج میشه، که در هر حالت اینا تداوی داره وقتی که رفرکتیف ایرور جور شوه و این توسط پرسکرپشن لنز یا آینک ترمیم میکنن و بعضا توسط کانتکت لنز ترمیم میکنن نظر به سن اطفال که در کدام سن ای پیدا میشه. و همینجا یک نکته دیگر رو من براتون میگم که درباره چایلد ابیوز است، یک شیکینگ بی بی سندروم، که وقتی که یک طفل خورده بسیار مادرش یا پرنتش یا هر کسش که بسیار قار میشه و ایره یک شور بسیار بد میده، در یک وقت میتونه که یک هموراژ یا خونریزی یا در ریتینال هموراژ بده یا یک ویتریاس هموراژ بده، که در این صورت هم یک چشم اگر بخاطر خونریزی بلاک شود تا مدت زیاد و یه هم تشخیص نشه همی چشم ها میشه که سبب چشم تنبل یا امبلوپیا شود. خب غیر از این بوتولیزم توکسین هم میتونه که یک سبازی شوه که یک مسئله در چشم ضعیف کنه. خب اگر طفل نوزاد یا طفل کم بزرگتر مصاب شوه با بوتولیزم توکسینش سبب ضعیفی یک مسئله چشم شده میتونه. خب رسپکتور استرابیسموس یا چشم کج یا چشم تنبل چی است؟ ای زیادتر امکان داره که جنیتیک هم باشه و در فامیل از یک نفر به دیگر نفر پدر داشته باشه یا پدر کلام یک کس داشته باشه بگیره و همچنان میتونه که یک طفل که پریماچور تولد شده باشه، یعنی قبل از وقت تولد شده باشه، و یا یک طفل که وزنش کم است، وقتی که تولد میشه وزن تولدش بسیار کم است، او هم امکان داره که یک ریسک فاکتور باشه که عضلات چشمش ضعیف باشه بعض عضلات و چشم خود کج کنه، و یا طفل فامیلش یک هیستوری چالدورد کاتاراکت داشته باشه که بعضا کاتاراکت در فامیل پیدا میشه که فامیلی سوری می داشته باشه، و یا کدام سیری از آی دیساردر دیگه داشته باشه مثلا ریتینوبلاستوما، یا همه گیش یک ریسک فاکتور شده میتونه. خب در اینجا یک نقطه مهم اناتومی رو براتون میگم درباره اکستراوکولار مسل یا عضلات چشم که ارواش توسط کدام عصبا میشه. خب سوپریور رکتس، میدیال رکتس و انفریور رکتس و انفریور اوبلیک ارواش یا توسط عصب 3 میشه، سوپریور اوبلیک ارواش توسط عصب 4 میشه و لترال رکتس ارواش توسط عصب 6 میشه. خب یعنی امی عصبا میتونه که بیاید خود عضلات چشم و عضلات چشم حرکات مختلف بده که نظر به هر دو عضله که یک جای میشه حرکت چشم فرق میکنه که بالا سیل میکنه یا طرف راست یا طرف چپ یا پایان یا اوبلیک سیل میکنه پایان یا اوبلیک سیل میکنه بالا که سوپریور رکتس و ببخشین سوپریور اوبلیک و انفریور اوبلیک ده او انوالف شده میتونه. خب کامپلیکیشن چشم کج یا چشم تنبل اگه وقت‌تر تداوی نشه چی میشه؟ که به صورت دائم عمودی دمو چشم تنبل از بین میره و چشم کور میمونه. سو بهتر است که یه وقت‌تر
تداوی شود. خب تستایی را که برای اسکوینت یا استرابیزمس میتن چی است که نظر به سن جوانتر و مدلیچ وقت که فرق میکنه، همچنان در نوزادی تستا فرق میکنه. مثلا در نیوبورن توسط افتالموسکوپی که میکنن اونا میبینن رد رفلکس ها که اگر این رد رفلکس وجود نداشتی مثل وایت مانوم شد میشه که کاتاراکت باشه. در انفاند چی میکنن که یا چون او فالو کده میتونه یا تعقیب کده میتونه وقتی که یک شایع در روبروی چشمش بیارن این شایع تعقیب کنه یا قلم یا یک چیزه اما گیزش فالو میکنن یا میبینن که چشمش به اون طرف شایع میره یا نی و یا ای که کدام جرکت داره یا کدام جمپ داره جرکی موومن میگن یا ای که چشمش خود از اون تعقیب کردن اعلام میده. خب در اطفال قبل از مکتب یا اطفال کلانتر میتونن که سینیلین چارج تست هم کنن یا پکچر ها رو برش نشان بدن یا بعض حرف ها رو برش نشان بدن. خب در هر صورت درباره تداویش بعدتر گپ میزنم که پچ در چشم جور میشه و میگذارن که چشم تنبل کار بیایه و دوباره فعالیت خود بگیره و برین سیگنال از طریق ویژوال کورت و چشم تنبل روان کنه و چشم تنبل استیمولیت کنه. خب حال درباره تریتمنت و دوایش صحبت میکنم. خب در زمان طفولیت هر قدر که وقت‌تر بازم میگیم که تشخیص شود بهتر است که به دکتر افتالمولوژیست روان شود و از کوری دائمی همون چشم تنبل نجات بیافه. و در صورتی که اگر رفرکتیف ایرور باشه یا مایوپیا باشه یا هیپروپیا باشه یا استیگماتیسم باشه مثل که قبلا گفتیم باید ما عینک تجویز کنیم و بعضا نظر به سن که پوشیده بتونه کانتاکت لنز با موی یک چشم مانده میشه. و آیپد چه قسم است که آیپد چشم پچ یا یک پتیز که در چشم نرمال میمونیم و میمونیم که چشم تنبل کار کنه و این به قسم است که بعد از 4 سالگی زیادتر این پچ میمونن از 4 تا 6 سال به روز این پچ میمونن. خب بعض اطفال که بسیار سنشان خردتر است برشان آیدراب اتروپین نمندازن که این پوپیل دایلیتر است و همی خود در چشم سالم مندازن یا در چشم نارمال مندازن و این دوام تاثیرش دوامتر زیادتر است و روز دو بار هفته دو دفعه مندازن. خب چی میکنه که اتروپین که دید چشم سالم بلوری میکنه یا ضعیف میسازه و میمونه که چشم تنبل کار کنه تا دوباره وظیفه خود بگیره. خب سرجری هم هست که سرجری لاست آپشن است یا مرحله آخرش است که سرجیکل ریپیر همی اکستراکولار مسئله را اگر ضعیف است میکنن. اگر دروپی های است یا توزست داره میتونن که لده یکم لیواتل پلپل مسئله بالاتر بسازن و یا اگر کاتاراکت داشته باشه عملیات کنن. خب بازم همی عقل ریسرچ هایی که شده میگن که عقل در زمان طفولیت تداوی شده بهتر است. حتی پچ میتونه تا سالگی تا سنف اول مکتب یا سنف دوی مکتب دوام کنه و حتی تا سن تینیجری هم استرابیزم تداوی کردن. اما سن که بالاتر شد لیزی های زیاد شد بازم بعض آپشن های دیگر داره حاله بخاطر شاید به خاطر بعض تداوی های مخصوص اما زیادتر طرفدار عزیزتن که زودتر تداوی شود. خب بینندگان عزیز پروگرام سی دکترز فار افغانستان در همینجا به پایان میرسه. خداوند مهربان یار و مددگارتان باشد. خدا حافظ.